سفینه نیو هورایزن سازمان فضایی آمریکا ناسا که به سوی سیاره کوتوله پلوتو در حرکت است، پس از یک نقص فنی جزئی که به قطع تماسش با زمین منجر شد، دوباره با مرکز کنترل تماس برقرار کرده. این سفینه قرار است هفته آینده برای اولین بار در تاریخ کاوش‌های فضایی به نزدیکی پلوتو برسد. حامد بهروان گزارش می‌دهد. سفینه نیو هورایزن که در سال 2006 راهی فضا شد، در حال حاضر بیش از 4 میلیارد و 900 میلیون کیلومتر از زمین فاصله داره و قراره در 6 روز آینده برای اولین بار از نزدیکی پلوتو عبور کرده و داده‌های ارزشمندی رو از این جرم آسمانی جمع‌آوری کنه. این مطالعه از نزدیک پلوتو قرار حدود 5 ماه طول بکشه. پلوتو از دورترین اجرام آسمانی نسبت به خورشیده و به دلیل قرار گرفتن پس از سیاره نپتون در دسته‌ای به نام اجرام فرا نپتونی قرار داره. سفینه نیو هورایزن در روز 4 ژوئیه تماسش رو به مدت 9 ساعت با مرکز کنترل روی زمین از دست داد، اما در حال حاضر در سلامت کامل به سر میبره. آکادمی ملی علوم آمریکا کاوش پلوتو و دیگر اجرام در کمربند کویپر رو یکی از اولویت‌های اصلی کاوش منظومه خورشیدی نامیده. کمربند کویپر مملو از اجرام یخزده است که سیاره نام ندارند، اما قطر اونها بیش از 100 کیلومتره. هدف سفینه نیو هورایزن درک بهتر ساختار سطح پلوتو است، جرمی آسمانی که بیشتر اون نیز از یخه. این سفینه همچنین چندین قمر پلوتو رو از نزدیک مطالعه خواهد کرد. سفینه نیو هورایزن به ستاره شناسان کمک خواهد کرد دانششون رو از دورترین اجرام منظومه خورشیدی افزایش بدن. سفینه نیو هورایزن که در حال نزدیک شدن به پلوتوست، توانسته از دور عکس‌هایی از این جرم آسمانی رو راهی زمین کنه. با اینکه این عکس‌ها از فاصله بین 12.5 تا 15 میلیون کیلومتر گرفته شدند، باعث هیجان بسیاری میان علاقمندان کاوش‌های فضایی شدند. حامد بهروان، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.